کلو بابا زخمی زخمی وطن هیواد لا نور هم مختت للغوڑی لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال. رحمان الرحیم، هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. قسمی که شما در جریان هستین از زمان امارت اسلامی افغانستان، خواستیم با بیننده های عزیز از طریق برنامه خود به شما هموطنان عزیز این خبر خوش نشر بکنیم تا شما هم ببینین که میتونه به بیشترین هموطنان ما زمینه کار مساعد شود و همچنان این پروژه ملی که حالا امارت اسلامی افغانستان روی دست گرفته تمام هموطنان ما را امیدوار بر این کرده که افغانستان میره به طرف پیشرفت ترقی و به سوی آبادانی. از شما دعوت میکنم که برین این گزارش را که ما هم خواستیم که را به شما بیننده های عزیز نشر بکنیم، شما هم این گزارش را تماشا بکنید. در ادامه بازم با ما باشید. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز سه شنبه هفتم قوس سال جاری 8 چای جدید استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا را طی مراسم افتتاح نمود. در این مراسم علاوه بر ملا صاحب، شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مسئولین ولایتی سرپل نیز حضور داشتند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سخنان در این مراسم گفت امارت اسلامی به توسعه متوازن همه ولایت ها توجه داشته و امروز شاهد افتتاح بخشی از این پروژه مهم در ولایت سرپل هستیم که نفع بیشتری آن به باشندگان این ولایت خواهد رسید. با گفته محترم ملا صاحب، با آغاز این پروژه مهم یک شفاخانه بزرگ مجهز، سرک میاری و یک بند آب طبق تقاضای مردم اعمار خواهد شد که برای هزاران تن فرصت کاری فراهم و نقش مهمی در رشد اقتصادی و افزایش عواید کشور خواهد داشت. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند از شرکت قراردادی خواست تا طبق قرارداد کار پروژه مذکور را به وجه احسن انجام داده و با در نظر داشته نیازمندی های مردم ولایت سرپل در این ولایت پروژه های عامل منفعه را آغاز و در وقت معین تکمیل نماید. قابل یادآوری است که با فعال شدن 8 جای جدید در حوزه نفتی آمودریا در استخراج روزانه نفت 800 متر مکعب افزایش به عمل می آید و قرار است در آینده نزدیک 10 چای نفت دیگر نیز فعال شود. در حال حاضر 350 انجینیر و 550 کارگر به صورت مستقیم در حوزه نفتی آمودریا مشغول کار هستند که با فعال شدن این 8 چای جدید در شمار کارمندان آن افزایش به وجود خواهد آمد. لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال. پروژه دا زه فکر کوم چې د اسلامي امارت په اولویتونو کې به دا مسله وي، اما شکر الحمدلله لومړني کارونه چې امارت اسلامي وکړ امنیت راغلی دی، امنیت مسله کاملا خلاصه ده.
شکر الحمدلله فساد د منځه تللی دی. هغه سوداګرو ته چې کوم مشکلات وو خازیګانې ترې اخیستل کېدلې په لارو کې او یا ځورېدل یا یو توګه زورولو کې خازي اخیستل هغه شکر الحمدلله ختم شو. یو واحد حکومت راغلی. اما بعضې اقتصادي پروژې دي دا دی تر څو یې سالنګ لاره شروع کړه د کندهار لاره شروع کړه انشاءالله د وایفت لاره او همدارنګه د لطبن لاره چې ډېره حیاتي ده او دا ډېره مهمه لاره ده ځکه چې یو ترانزیتي لاره ده او په دې باندې باید کار وشي. زه فکر کوم چې د امارت په اولویتونو کې شته او باید کار وشي. بمثال او بسیال لختی زتر لوی تیزای لجنوب تر شمال شیرا جوڑ بای وطن بمثال او بسیال دکفن تابوت پیر کم دی جنازی تی کمی شوی دکفن تابوت پیر کم دی جنازی شوی شد وینو ویاله وچی شوی بهر لس بدحال شیر جوړ بای وطن بمثال او بسیال لختی زتر لوی دیزای لجنوب تر شمال شیر جوړ بای وطن بمثال او بسیال شل کلن زخمونا ډیر دی درملنای وخواړی شل کلن زخمونا ډیر دی درم سلام بر شما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخیر باشین. سلامت. اسم شما چیست؟ اسم محمد عمر. اینا بگوین که عمر جان چقدر وقت شما در این مرکز عربی را فرا گرفتید؟ ما در مدت یک سال یعنی بر 12 ما 12 کتاب مرکز نیل تمام کردیم. هر کتاب ما یک ماه در بر گرفت. چقدر توانستین که زبان عربی را یاد بگیرین؟ چند فیصد؟ ما در زبان عربی سه بخش داریم. یکی بخش های ابتدایی است مثل قواعد است، یکی بخش لغات است و دیگه خود تکلم عربی. در بحث های ابتدایی خود تکلم عربی را در مدت سه ماه مکمل ما توانستیم تکلم عربی گپ بزنیم. باز بعد از اون مکمل قواعد زبان عربی را یاد گرفتیم. چقدر لازم است که ما شما باید فرا بگیریم مثلا شما عربی را، انگلیسی را یا دیگه زبان های ترکی مثلا روسی را چقدر لازم است که جوان ها باید یاد داشته باشند؟ خویی به کل اگه معلوم دار است که یکی زبان ملی داریم دیگه زبان بین المللی. عربی از جمع زبان های بین المللی است که بدون شک به فهم قرآن کریم و فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و فهماندن پیام پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام جهان و پیام دین ما توسط زبان عربی بهتر ممکن است و ما میتونیم توسط زبان عربی خیلی خوبتر قرآن کریم را بفهمیم. ایران بگوین که چه پیام دارین برای حکومت به خاطر زمینه کار به شما چه پیام دارین چه گفتنی دارین؟ ای خو آرزوی هر جوان است که در کشور خود مظهر خدمت واقع شود. مخصوصا خود ما این بخشای ما بخشای فرهنگی است. ما از وزارت اطلاعات فرهنگ میخواهیم که این بخشا را ما را در این بخشا سهیم بسازه و از بخشایی که میتونه برای ما کورسای فرهنگی ایجاد بکنه که ما بتونیم این زبان عربی را به دیگه کسا انتقال بدیم تا اونا بتونن فهم قرآن حاصل بکنن. یک صحبت دیگر هم در اینجاست که شما مثلا زبان عربی را یاد گرفتین یا انگلیسی را یاد گرفتین. کشور ما الان میفهمین که در یک رکود اقتصادی مواجه است. دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه. دیروز سفیر چین در افغانستان آمد، اعتبارنامه خود از طرف رئیس الوزرا گرفت. چقدر جای خوشبینی است، چقدر میتونه کشور ما را کمک بکنه از لحاظ که ما را جهان به رسمیت بشناسه. به نظر من به صفت یک جوان ای است که تعامل ما برمیگرده با چگونگی تعامل ما با کشورهای خارجی. هر قسم که تعامل ما داشته باشیم اون قسم میتونه ما را خوبتر به رسمیت بشناسه و یکی از مسائل ازی که ما میتونیم تعامل خود با جهان نشان بدیم همین بحث زبان ها است. از طریق زبان خود ما میتونیم از طریق فهمیدن زبان عربی میتونیم تعامل خود با جهان نشان بدیم. مثلا میتونیم بفهمانیم افکار خود به عرب ها که حداقل هم کشورهای اسلامی که در جهان هستند اونها ما را به زبان عربی به رسمیت بشناسند. ما نمیتونیم منظور خود دقیق به اونها بفهمانیم.
به زبان خود. وقتی به زبان از اونها به تکلم بکنیم حداقل میشه به این مفهوم برسانیم که تقابل فرهنگ ها صورت بگیره. که اگر مسئله بحث اقتصادی باشه بدون شک و قسم که نمیتونه انسان مایی بدون آب زندگی بکنه، انسان هم بدون اقتصاد هیچ است. از نظر اقتصادی 100% باید تعامل همه جانبه با کشورهای بیگانه هر قسمی که باشه امارت اسلامی داشته باشه. در این قسمت در تعامل بیگانه امورای بیگانگانشان به از نظر ما که یک جوان هستم باید از تمام توان خود استفاده بکنه، از تمام اقشاری که در کشور داریم تا اینا را جهان بشناسه، به عنوان از اینکه اینا یک کشوری هستن، یک دولتی هستن که همه شمولن. وقتی اینا را به رسمیت بشناسه میتون از اون طریق ما تعامل ما خیلی خوبتر شد. عین شکل که ماهی به آب زندگی ضرورت داره، ما زندگی اجتماعی داریم، انسان موجود اجتماعی است و اون شکل که ما نیاز داریم نیازهای خود در افغانستان مثلا توسط دکاندار و توسط نجار و گلکار برقرار کنیم، اون مقصد به کشورهای بیگانه هم ضرورت داریم، ما به اونا ضرورت داریم، اونا به ما ضرورت دارن. بسیار زیاد تشکر. در اخیر اگر به جوانان کشور که مثل خود شما را در کشور باقی ماندن، حالا درس تعلیم فرا میگیرند، زبان ها را میخوان یاد بگیرند، چه پیام دارید؟ اول پیام ما همی است که جوانا در زندگی خود اولین چیزی که باید به هدف در زندگی خود داشته باشن رضایت پروردگار متعال است. این هدف اول اساسی ما در زندگی. دومی که هدف جوانا در کشور ما ساختن خود کشور باشه. ما اینجا به صفت یک شاگردی که تعلیم عربی را یاد گرفتیم آمدیم به کشور خود حداقل مظهر خدمت از طریق زبان شام، از طریق دیگه جای ها شام. این کشور فعلا که میگن وضعیت خراب است آن چنانی نیست. ما خودم آدمی چند وقت پیش کنکور امتحان داشتیم، امتحان خیلی خوب سپری شد، الحمدلله نمرات خیلی خوبی بود و نتایج خیلی خوبی داشت. میتونیم از طریق امتحانات، از طریق درس های خود حداقل به کشور خود مظهر خدمت شیم. به جوانان میگم امین جا باشه. بسیار زیاد تشکر. بازم تبریک باشه. بیننده های عزیز جهان سپاس که تا این دم با ما بودین و هستین. با وطندارای خود زندگی بکنیم. شما وطندارای نهایت عزیز را به الله پاک می نیاز مسپاریم. در هر گوشه دنیا هستین، همیشه شاد و خرم و آرام باشین و سرفراز. تا دیدار بعد، الله حافظ نگهدار، الله حافظتان. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.